بسم الله الرحمن الرحیم که واقعا کلید در گنج حکمت و معرفت الهی هست. امروز بیش از هر روزی مصداق و مورد داره که درباره بسم الله صحبت کنه. گفت اون دقوقی رحمت الله علیه گفت سافرت و مدن که خوابقت سالها کردم سفر از عشق ما بی خبر از هیچ و حیران در بلا. گفتش که پا برهنه می روی بر سنگ و بر خاک و سنگ. گفت من حیرانم و بی خیش و دنگ. تو مبین این پایها را بر زمین زان که بر دل می روید عاشق یقین. تو فکر نکن که ما با پا داریم خسته بشیم یا این که سنگلاخ باشه، اینا نیست. با دل داریم میریم که اصلا حس نمی کنه. آن بیابان پیش او همچون حریر، آب جیهون پیش او چون آبگیر. سخت‌ترین کارها نرم و هموار میشه، سهل میشه. البته این سیر و این سفر انجبت حزنن او تویت بتاها یا راکب الوجنا وقتی تر ردا یا بلق تلمنا. ای کسی که سوار این بیابان شدی، انشاءالله که به آرزوت برسی. آرزوت چیه؟ آرزوت اینه که بری به پروردگارت برسی. اون وقت تمام خوبی ها، تمام کمالات، تمام هنرها در این سفر و در این مسافران. اون بقیه مسافران میرن یه جایی برمیگردن، باز میرن این طرف، باز برمیگردن، باز میرن شیراز، باز میرن تهران، باز میرن هر جا میرن. در عرض هستن، در طول نیستن. آدم باید یه جایی بره که دیگه بر نمیگرده. گفت تا دل عرض گرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم سفر نمی کند، عزم وطن نمی کند. یه جایی دلشون بپرسی که بره اونجا دیگه بر نگرده. گفت رفتم که سراغ حاجاها، رفتم به سوی خواجه و گفتم که خواجه کو؟ چیزم در مغازه نیست. گفتن خواجه عاشق و مست است و بوبه بود. گفتم بابا ما چک داریم، برقه داریم، سفته داریم از حاجاها. گفتم وظیفه دارم، آخر خبر دهید، نشان دهید. من دوستدار خواجه هم عاشق، آخر نیم عدو. گفتن خواجه عاشق آن باغبان شده است، او را به باغ هاجو یا در کنار جو. وقتی میبینی که اینو کجا پیداش میکنی، در محفل روحانیان گهگاه جام میدم، هر جایی پیدا نمیکنی آدمی که عاشق شده، جای به خصوصی است. حالا من یک گوشه هایی رو در ذهنم یادداشت کردم که چه راههایی وجود داره، چه راههای نازنینی وجود داره، برای اینکه ما به تدریج سیر کنیم به اون دیدار برسیم. اون وقت گفتن که احسان اون موقع میتونی بکنی. احسان این است که خدا رو عبادت کنیم چنان که گویی تو رو میبینی، یا اگر حتی تو رو نبینی اون تو رو میبینه. هر وقت به این مقام رسیدی که لااقل دیدن اون رو بر خودت هوشیار هستی که منو دارن میبینن، یا اینکه نه بالاتر منم دارم اون رو میبینم. و ما در واقع این که خداوند گفت من خلیفه گذاشتم خیلی معنی داره. اولا تو قدر خودت رو بدون که خلیفه اللهی، چه افتخاریست که تاج کرمنا رو سر ما گذاشتن. ثانیاً بقیه مردم هم هر کی هستن اونا رو به عنوان خلیفه الله نگاه کن، و اونجاست که میتونی خدمت بکنی، اونجاست که میبینی میتونی بگی که این سیاه سفید عقایدش نه هیچ اهمیتی نداره. این یکی از آثار خلافت الهیه. هر کی هست هم به بدنامان نباید ننگاشت. بعدی داره میکنه هم گم شده، یه جایی سرگشته شده، یه جایی گرفتار شده. بیش از هر کسی آدم های بد نیازمند رحمت هستند. آدم های بد اولا خدماتی می کنند با آدم های خوب، البته مال انبار هم دیگر می خورن نام بمونه ولی همون هم خدماته. یک کسی آنچه که واعظ چو بر منبر شدی، دایان راه را، قاطعان راه را دایی شدی. دست بر می داشت یا رب رحم ران بر بدان و تاقیان و یاقیان، بر همه تسرزنان اهل دین، بر همه اینا، به اینا خدا رحم کن. گفتن آقا دعوت اهل ضلالت جود نیست، این معبود نیست، این چه کاری داری میکنی؟ گفت نیکویی از اینها دیدم و من چقدر اینا کمک کردم. هر دفعه خواستم برم طرف دنیا یه لگد از اینا خوردم، میواسطه اونجا داره میخوره، کسی هم اگه اومد یه لگد بهش میدنه. این اهل دنیا رو گفتن که یکی از بهترین
بهترین انگیزه های ما برای این که اهل دنیا و دنیا طلبان نباشیم این است که با اینها مشهور نیستی تو. ببینید که اینها چیکار دارن میکنن. با صده اونجا داره کاویونجوری میخوره، هر چند اومد جلو یه لگت به این میزنه یه لگت به اون میزنه، عرب میزنه که برو کنار. اینها گرفتارن، اونها باید که اگه بتونه آدم ادراکش میکنه، اگر نگفت زرهم بی خود زن یلمون بذار بازیشون بکنن تا یه الهین زمانی. بنابراین اولین قدم رو من حالا در 12 تا مورد رو میخوام ذکر بکنم، البته زمانم خیلی کم داریم، من به اختصار برگزار میکنم خیلی، که اولین قدم همون مستی، این شراب عشق، شراب سرخ عشق، اصلش خورشیدیه، همه تعبیر کردن به خورشید، خودمون شراب خورشیده، اون خورشید شرابشون میرزه در جام ما، در بدر. این رو ابن فارس مصری در یه بیت تمام اجرام آسمانی رو جمع کرده در وصف این شراب و گفته که لحن بدر چهسون، بدر جامه، برای که نور مستقیمه میرونه توی این، و ماه رو هم بهش میگن خلیفت الله و خلیفه شام بهش میگن، برای که وقت خورشید نیست این هست، این نور پخش میکنه، و شبروان رو ماه که همون خلیفت الله هست، خلیفت الله، برای شما اگه به ماه نگاه کنید خورشید رو میبینید دیگه، خورشید وقتی که میبینید خورشید تابیده، آفتاب مثلا میگن سر کوره، یه خود برو بالاتر سر ماه، یعنی ماه در واقع دلالت برای این که خورشید داره میتابه. لحن بعد کسون و یه شمسون یودی راه هلالون، یعنی این خورشید، این بقیه شمسون، یعنی این شراب یه خورشیدیه، میرزنش تو جام بدر، یعنی ما یه هلال کمرباری کن که هلال احمر باشه، کمراشون رو بستن محکم که زنار بندان معبد خوبی و نیکویی، چقدر خوبه که آدم خوب باشه. اگر آدم ها میدونستن یه روزی آدم به فراق خوبی مبتلا میشه، یه روزی آه میکشه که ای وای چقدر این خوبی وقتی آدم به خوبی میرسه پادشاه دیگه، اصلا هیچ نگرانی نداره، هیچ خسته‌ای نداره، خوبی اینقدر با ارزش. شما فکر کنید تو همین جهان ساده خودمون، گفتش که سردی میگه هر کسی بیاد دست جلوش نمیگیرن که شما نرو جلو. حالا اگر که یک صاحب جمال معنوی باشه که شما بگن ایشون با کی اومده، ایشون با صفا اومده، آن که روخش پردگی خاص بود آینه صورت اخلاص بود. اگر یه کسی بگید که آقا من شما با کی اومدی، من با اخلاص راست میدن، من با وفا اومدم، من با محبت اومدم، من با سخاوت، با حضرت سخاوت اومدم، من با زیبایی اومدم، من با هنر جناب بزرگونون سازش که دستشه تازه دستشم نباشه باز همون مقام داره، این وقتی راه میره میگن آقا بفهم تو، من با زیبایی اومدم، من با هنر اومدم. چطور عجیبه که آدم ها نمیخوان مصاحبه اینا باشن، در حالی که مصاحبت با خوبی آدم عزیز میکنه، آدم رو محبوب میکنه، هر جا بری راه میدن اونجا. و خوبی ظهور و حضور الهیه. یک کسی گفتن چپ افتاده بود مرشدی زورخانه، چپ افتاده بود با یک از کارمندا و این حقوق این نمیدادن و مشکلات برش ایجاد کرده بودن، هی هر کسی رو میدید اثر نمیکردم، خیلی بدقلق بود و اون رئیس مرشد جدید بزرگ کنه، این فکر کرد که من چیکار کنم با کی برم اونجا، این مهم اینه که آدم با کی بره. اینا رفت بالاخره مرشد قبلی رو پیش کسبت این بود فهمید، گفتن آقا برو پیشون، آمد پیشون رو داستانش گفت، اونو برداش آورد دم زبونه، اون تر نشسته بود حیث چیز پاچیشش افتاد به این آقا، گفت با بد کسی اومدی، یعنی یه کارش نمیتونم بکنم، بد کسی یعنی خیلی خوب کسی، یعنی با کسی اومدی که نمیتونم بس رد بسیدنش بدم، تو با محبت اومدی، با اخلاص اومدی، با صفا اومدی، با عدالت اومدی. اینا رو اگر آدم با اینها حرکت بکنه و در قابل اینها باشه، همه جا عزیزه، همه جا خواستنیه، همه جا دعوتش میکنن. و بعد هم روز مرگش نوبت شادی، گفتش که پایش چو به سنگ آید دور ریش به چنگ آید، جانش چو به لب آید با قند لبی باشه،
این نکنه چیزی نه، همین لبشی که بست همونجا برا فاصله با یه قندلی ای مرد شوی من زهرم را ببند سر. این میخوایی چونه رو ببندی ببند، من چونه صد هزار چونه دارم من. ای مرد شوی من زنخم را ببند سر، زیرا که بی دهان دل و جانم شکرچش است. من شیرینی دارم با تمام وجودم حس میکنم. انسان یه لحظه وقتی متوجه میشه که خوبی تنها سرمایه ایستی داره با خودش میبره، هزار تا غلام و کنیز با خودش داره آدم میبره. خوبی رو یا خوبی رو میبرن به بهش یا بهش میبرن به خوبی. شما فکر کن اگه خوب شدی دیگه نگران جهنم و بهشت نداشته باش، و اینکه خوبی مال بهشته. حالا یا شما رو میبرن اونجا یا خوب بهشت رو برمیدارن بیارن اونجا، بیارن چیز اونجایی که شما هستید. برای من چقدر خوبه که آدم به خوبی برسه. راه اولش این دوازده که ما بگیم، راه اولش مصاحبت با خوبانه. سعی کنید در صحبت خوبان باشید اچی میتونید. از تعاون و علت در و تقوا یه معنیش هم اینه، فقط البته کار خوبان بکنید و دوری بکنید از آدم های بد. نخست موعظه پیر می فروش که حافظ باشه این است که از معاشر ناجنس احتراز کنیم. و اولین چیز این است که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق یه آدم خوب پیدا کن، دو تا آدم خوب، دو یار زیرک و از باده کهن دو منی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. وقت میبینید که به چه مقام میرسی. گفت که اون دقوقی رحمت الله علیه که داشت سیر میکرد، گفتش که من خداوند او کجا داری میری؟ گفت روزی میشدم مشتاقوار تا ببینم در بشر انوار یار. گفت تو که داری منو میبینی؟ خب میخوام انوار تو در بشر ببینم. من تمام آدم ها رو دوست دارم، ولی که هر کدوم یه اخبار دیگه است. هر کسی از این حیث که یه اخبار الهیه دیدنیه. انگلیس ها میگن از هر صد نفری یه نفر هست که اینترستینگ نیست. اونم اینترستینگه برای اینکه یه نفر از صد نفره. بالاخره یه کسی که یه نفر از صد نفر باشه یه جاذبه داره. شما همه اهل عالم رو اطوارها و تجلیات الهی بدونید. خلق را چون آب دان صاف و زلال، اندر اون تابان صفات زجر. بعدی البته خوب آدم میتونه باش صحبت بکنه. عصبانی نمیشه آدم، اصلا آدم خوب که عصبانی نمیشه. بل کاظمین الغیظ بل عافین عن الناس بل لا یحب المحسنین. آدمایی که محسنین هستن اون دیگه بدیهیه که عصبانی نمیشه. عصبانی از چی بشه؟ اینقدر شاد میشه آدمای عصبانی به دلیل اینکه شادیشون کمه عصبانی میشن. شما اگه یه خبر خیلی خیلی شاد بهتون بدن هیچ کسی نمیتونه عصبانیتون بکنه. یه مرتبه خبری بدن که مثلا 100 میلیارد دلار ریختن به حسابتون، بعد وقتی کسی دو یه خبر جزئی که مثلا این زدن این چیزا رو شکوندن اهمیت داره برای اصلا خوردشان هم خوش میشه و ثروتش زیاد میشه. اگر همه مردم دل و جانشون در گروه شما بود، خداوند اوکی کرده بود. گفتن ابن فارز مصری وقتی که به چیز رسید گفتش که لکن بشارت میدم تو رو. حالا که بشارت بدیدن، یه بشارت بدیدن که نعلینات در بیاری بدی در راه خدا، لباسات هم در بیاری، دستارت هم بردی، هر چی داری در راه خدا ایثار بکنی، زمین و باغ هر چی داری بدی. گفت چی شده مگه؟ گفت که اونجا اسمتو بردن، گفتن این آدم خوبیه. گفتن که ذکر تسم معلا ما پی که من عبجی. گفتن که این عیبی نداره، این آقا عیبی نداره. این چه خبر مهمیه؟ این چه شادی در آدم ایجاد میکنه؟ این آدم دیگه هیچ وقت عقل نمیکنه. اگر از اون مصدر نامتناهی قدرت و زیبایی گفتن که نه ایشون عیبی نداره، اینو به زبان مردم میگه خداوند. یعنی میاد توی مردم از زبان این میگه، از زبان اون میگه، از زبان اون میگه. اگر دیدین که مردم همه دلها داره جذب میشه، دوستتون دارن، دلشون میخواد شما باشین در اون اطراف، این نشان حضور الهیه. نشان اینه که انسان با خوبی پیوند کرده. سلطان خوبان میشوی، میری پیش عروس خوبان میشی، داماد خوبان میشی. حالا یا دختر میگیری یا همسر میگیری یا دختر میدی به اونها. برای این اولش مصاحبت با خوبان، هرچی بیشتر میتونیم برای اینکه آدم خوب بشه. دوم مطالعه آثار خوبان. یه خوبی مثل نظامی که واقعا یکی از دوستان میگه من زار زار سحر بلند شدم گریه میکردم که چرا من در سن مثلا 50 سالگی دارم این آدمو میشناسم.
چرا این از اول بچگی مصاحبه من نبوده؟ منم سر پیراغ باغ سخن، از خودش که حرف میزنه هماسه همه ماست، به خدمت کمر بسته چون سربون. من کمرم بستم میخوام خدمت بکنم. سر چه خدمتی میکنی؟ دوتا خدمت میکنی. یکی این که کمر بسته سایهشو میندازه رو سر شاخه و گلها و اینا، چون اونا نمیتونن آفتاب رو تحمل کنن، این میتونه، سر میتونه. دوم این که شبا قصه میگه بر گلها و گیان خوابشون ببره، من که باد که رد میشه از سر عبور که میکنه تبدیل به قصه میشه. سر به وجود ما چه کمی داره از اون سر که میتونه کمرشو ببنده و میتونه قصه بگه برای مردم تا خوابشون ببره، برای کودکان این عالم. منم سر پیراوی باغ سخن، به خدمت کمر بسته چون سر بون. پلکبار دور از خصوص همه، دست هیچ کس به من نمیرسه. شما میتونید مثلا ماه رو تحقیل بکنید که من دلت در بیارم، چکار میخوام بکنید؟ فلکوار یا بگید من فلک پنجم رو یا کهکشان جاسی علا رکبتای رو چنین چنان میکنم، نه تحقیل نمیتونید بکنید. توی بندگان راز هر بدتنا، خدا دیم مرا گردی و دستگاه. گفتش که فلکوار دور از خصوص همه، سرامت ولی پای بود همه. آدم خوب اینه که سرامده ولی دست همه رو میبوسه. گفتش که سید القوم خادمون، بهترین مردم، سربر مردم نیست که خدمت میکنه، اون که داره بیشتر خدمت میکنه. پیغمبر فرمود کان رسول الله یختمون ناس به نفسه، خودش میومد این چیزی رو میابود. پیغمبر مثل فرعون نمیشه که جایی این بره اون بیاد، اما خودش هم کار میکرد، خودش هم همراهی میکرد. وقتی که عطا میکرد، حالا اینقدر دفعه توی این مسئله انفاق و عطا کردن هست، ما نمی کنیم، یه چیزی میدیم به یه فقیری میره دنبال کارشو، برو دیگه یه طرف بده. پیغمبر وقتی که عطایی میکرد با میستاد به اوپر صحبت میکرد، تو کجایی هستی؟ چی کار میکنی؟ پرسیدن هست که در جهان هست که از پابه روزگار چون رست و بپرس احوال آدم ها رو. اون گدا رو فقط پول بهش نده، اون احتیاج داره، شاید یه نفر احوالش بپرسه. هیچ کس ممکنه احوال این نمیپرسه، کسی رو نداره احوالش بپرسه. بگو بیا بشینیم با هم بریم به قهوه بخوریم، با هم چایی بخوریم، یه صحبتی بکنیم، این چجوری شده که تغییر شده. یه وقت اون یه آدم محترمی بوده، یه آدم بوده، یه کسی من یه جایی دیدم که مستخدم شده بود اونجا، مستخدم سرایدار بود چاره اونجا، بعد همه دیدیمشون دکتره، فرار کرده از شر یه جماعتی در افغانستان، بعد اومده اینجا سرایدار شده، خونه نداره بیچاره. اون وقت من دیدم چه مرد محترمی، یک گفت من چیز میخورم، همینطوری دوا میخورم اینا، یعنی ممکنه این دوا رو خودش نوشت، نسخه نوشت و من دکترم. ای بسا که یک انسانی که بندگان خدا ممکنن در اوباش، اوباش اینو یک طبقه پایین چیز دستن. برای این گفتش که چو برجیس، حالا اینا صفات نظامی که صفات همه ما میتونه بکنه، چو برجیس در بنگ جنگ هر بدگمان، کمان دارم و بر ندارم کمان. و من کمان دارم، چون برجیس در قوس کمان، در برج قوس قرار داره، در اون برج قرار داره. برجیس یعنی مشتری، در اونجا خانه اونجاست، در ابروان دوتا قوس مشتری بشکن. قوس، ماه قوس که اول مهر هست، متعلق به مشتری. برابری میگه من کمان دارم ولی کمانم برمیدارم که تیر به مردم بزنم. من خیلی میتونم انتقاد بکنم آدم، ای جوی کار خوبی نیست، مگر برای اصلاح باشه، مگر نه آدم گفتش که وقتی که ای مجموع تا هنر آری به دست، چون ای جو چی به دست میاره؟ ای جمع میکنه، ای جمع میکنه، مجمع قیوب میشه. گفتش که من کمان دارم و بر ندارم کمان، چو زهره درم در ترازو نهم. زهره وقتی میدرخشه میگن در ترازو، چون اون زهره هم در برج ترازو، در برج بلد چیز مثل لیبرا اونجاست، در برج میزان، در اونجا. گفتش که چو زهره درم در ترازو نهم، ولی چون دهم بی ترازو دهم، این وقتی پخش میکنن نمیکشم به مردم محبت رو، بعد نمیکنم که یادت هست اینو من بهت دادم، اونو بهت دادم، بعدی انقدر منت میذارن. ولو توبت رو صدقاتکون بالمن ولعذا، یه کاری میکنن برای یه کسی
گفتن که نصرالدین رو یک دفعه داشت میافتاد توی استخر با لباس عروسی هم بود و لباس نوعی پوشیده بود، داشت میافتاد برای یه نفر گرفتش، یه نفر گرفتش و نداشت بیفته. بعد این دیگه دائما بکلا یاد پس اون روز شب داشتی میافتادی این چیز من گرفتم از اینا، بعد میرسیم گفت این همون استخریست که اون شب داشتی میافتادی، این همون لباسی نیست که اون شب پوشیده بوده اینا، هی بعضی به رخ میکشن. گفتش که این چیز بالاخره اینقدر چیز کرد مورد عصبانی شد، یه بود رفت همون لباس ها رو پوشید اومدن همون استخر، گفت مگه این همون جانی این هم همون لباس هست، پرید بخصد آب بودی بخصد دیگه نمیشدن یه دست سر ما بردار میمفتد پرید توی آب تا اینجا. گفتش که خیلی بده که آدم یه چیزی رو به چشم بکشه که بعد من این کار برده کردم، من این کار برده کردم، کار کردی باید تراموش بکنیم. دادن همه را به بخشش عام، وامی و حلال کردن وام، همه رو بده وام بده بعد هم وام هم حلال کن، بگو که قربارتر از قرض الحسنه او اصلا مال خوده، من واجب صدقه هم به زیر دستم، به نظامی گفتدن که میان اشعارتو میدوزن، او بده بدوزن من صدقه باید بدارم، اینا واجب صدقه هم به زیر دستان، گو خواه بدوز خواه بستان، من خودم دارم میدم اینا را بیا ورده بود، یکیش هم یوشکی نیز میبره. بعد میگه که نمایم جب و گندم آرم به جای من جو، نه چون جب فروشان گندم نمایم از اون دسته نیستم، به خواهنده آن بخشم از مال و گنج که از باز دادن نیایم به رنج. یعنی یه چیزی میدن که در قرآن هست که بلا تیمال خبیث، یه چیزی که خودتون حاضرین لستون به آخذیتون فقون لستون به آخذی، خودتون حاضرین که اینو بگیرین، اینو چه میدی به مردم؟ از اونه که دوست داری بده، هیچ وقت به مقام خوبی لن تنالول به رحب تو تون فقون ما توه بون، اونه که دوست داری به مردم بده، اونه که خودت بیشتر دوست داری از همون یه سال بکنه مردم. گفتش که به چیز به خواهنده آن بخشم از مال و گنج که از باز دادن نرویم برن، که اگه وقت تو بردن میگم بسیار خود بیندارم سر تاقچه خودم، یه چیز رو نمیدم که بیاردش باشه. پس هیچ پشتی چنان نگذرم که در پیش رویش خجالت برم. اینا دستوراتیست که آدم فکر میکنه در مصاحبت اینها چقدر چیز یاد میگیرید. شما این سعدی نازنی که گفتش که یکی بود و یک شخصی رو یاد میکنه که زرش بود و یارای خوردن نداشت، نخوردی که خاطر برا سویدش، ندادی که فردا به کار ایدش، شب و روز در بند زر بود و سیم، زر و سیم در بند مرد لعیم. این پسر فهمید که این پولا رو کجایی زیر سنگ قایم کرده، اینا پولا رو در برد و زخاکش بر آورد و بر باد داد، شنیدن که سنگی در اینجا نها، و برای نهادن چه سنگ بسید میخوایی اینجا بذاری باشه، من یه دون سنگی دارم اینجا برای نهادن، ضرب و مثل شده که چه سنگ و چه زر. بعد میگه پسر چنگی و نهاده پدر چنگ در نای خیش، داره خفه میکنه خودشه که پولای من رو برشی برشتی، نهاده پدر چنگ در نای خیش، پسر چنگی و نایی آورده پیش، رفته مصبر خبر کرده و چنگی رو آورده نایی آورده که زرد بعد خوردن بوده ای پدر، زبر نهادن چه سنگ و چه زر. بعد میگه چو چشما رو آنگه خورند از تو سیر، که از بام پنجه گرد افتی اخیر. چشما رو یه خوزه هایی بوده قدیم، منم کار خوب بوده برای شب چهارشنبه سوری، من چرا معمول نیست دیگه، روی یه دونه خوزه رو چشما رو میکشتن، یه قیافه زیبایی درست میکردن، بعد توی این پول میرفتن سکه هاشون رو در پول سال میرفتن، تو پر از سکه میشد، بعد شب چهارشنبه سوری اینو پرت میکردن از بام پنجه گرد میداختن پایین. حالا سعدی میگه تو موقعی مردم آدم برخوردار میشه که مثل چشما رو پرتید کنن از اون بار پایین، تو چشما رو آن گهده تو خورند از تو سیر، که از بام پنجه گرد افتی به زیر. مثلا زودتر چرا چیز نمی کنی؟ وقتی که دست کنونت که امکان گفتار هست بگویه برادر رو خوشی، الان بخش کن، الان توضیح بکن. من بقیه فقط اسم میبرم که چقدر چیزهای مهمی هست. یکیش این هست که تاریخ بخونه، تاریخ بخونه ببین حفظ آدم کم میشه، لذت آدم زیاد میشه تاریخ که بخونه، میفهمین که مثلا دیگه بالاتر از خسرو
این خسرو پرویز نازنین که حالا چه مقام مقام داشته و شیرین و اون زن به اون زیبایی و بعد مطرب داشته، باربر داشته، صد لحن براش میزدن که یکی از اینها گنجگاب بوده، یکی از گوشه‌های ایرانی گنجگاب، یکشم گنج بادآور، دو تا گوشه در موسیقی ایرانی هست، گنج بادآور مال خسرو شیرینه که یه کشتی در قسطنطنیه فرستاده بودن که بعد که این بره تمام انبارشون گذاشته بودن پولای حسابشون رو که دشمنا بر ندارن بره یه جای دیگه، تصادفا باز هم داره میاره طرف خسرو پرویز. این میگن گنج بادآور که چون تو باز از گنج بادآور راندی، وقتی که این گوشه رو میخون تو باز از گنج بادآور راندی، به هر بادی لبش لعنت فشاندی، به هر بادی لبش گنج فشاندی. گنج بادآور یه اسمه، گنجگاه اونم بوده که یک کشاورزی داشته رد می شده و برخورد میکنه به یک گنجی که میگن مال اسکندر بوده و هزاران هزار سکه طلا و اون چیزا اونجا جمع شده بوده، همه اینا رو به دست آورد. ولی چی شد؟ یعنی آدم تاریخ که میخونه هیچ کس بنده شکسپیر آدم رو واقف نمی کنه، بگید که اینا هیچ مقامی نداره، فقط کار خوب باید بکنی، باید نقش خودت رو به عنوان یه مسافر الالله بازی بکنی در این عالم، بعد اون باری صحنه شاد وقتی که میخوای بری بیرون اون موقع بگو فست و برد به کعبه. حضرت مولا سعادت منترین فرد عالم بود. چرا؟ برای اینکه بهترین بازی رو کرد در صحنه عالم، هیچ ظلمی نکرد، هیچ حقی رو پاش رو حقی، هیچ کودکی بزرگی یتیمی نگذاشت، هرچی میتونه تلاش کرد در راه اصلاح و درستی و حق و عدالت. اون وقت چه سعادتی که بگن آب بفهمه زد، وقتی که زد گفت فست و رفت کرده. اون آدمی که دارن مردم کف میزنن اون بهترین بازی رو ارائه کرده، اگه پرده بیفته اون موقع ناراحت میشه، پرده میفته چون مرد افتادن پرده است. یه مرده پرده میفته یا آدم از تعب از اون بر صحنه میره بیرون، از اون بر صحنه میره بیرون. شکسپیر به قدر خوب، ای کاش همه مردم به خصوص این قدرتمندان عالم، اونایی که سر کاری هستن، اینا بخونن بفهمن که سر هیچ سر کارشون گذاشتن، هیچ کاری نیست. کار خوب فقط همینه که انسان در عالم محبت و عشق و دوستی جمع بکنه. من حق میکنم به این که از هر چیزی بهترینشو جمع کردن. حافظ گشته تو این عالم، همه رو فکر نکنین ندید پدید بوده، همه خوبی ها رو حس کرده، بعد گفته که عشق دردانه است و من قباس و دریا میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بردارم. و سلام.